سلام. این کتاب این آقا رو که 9 سال قبل نوشته بود و توش مفصل راجع به ما صحبت کرده بود رو خوندم. عرضم به حضورت که قسمتی از اطلاعات ایشون در زمینه من مربوط به برادران اطلاعاتیشه، یعنی اونقدر من شم سیاسی دارم که تشخیص بدم که نگاه اونها به من در اون زمان چی بود، چجوری بود، برداشتشون چی بود، چی بود، چجوری بود، اسلحهشون علیه من چی بود. من هم روزا گفتم که نمیگفتن که این آقا به جرم نماز شب ما گرفتیمش، باید یه چیزی میبستن. یکی از چیزایی که اون روز بستن من گفتن که قبر باباش میخواد کعبه ضد انقلاب کنه، که این آقا اینو نگفته، برای اینکه هر چیزی که باعث اعتلاع نام ما میشه، این آقا چون بیماری روحی اعتقادی و اخلاقی داره اینو نگفت، با اینکه دوستانش اینو گفته بودن. ایشون نه نویسنده است، نه محقق، نه دانشمنده، بلکه یه میرزا بنویسه. من با دلیل حرف میزنم، مثل خودش نیستم. میزا بنویس یعنی که اون رئیس کارگاه، رئیس کارخونه، رئیس تجارت خونه به میزاش میگه اینو بنویس. اون موقعی که کامپیوتر نبود، واردات اینقدر، صادرات اینقدر، قرار اینقدر، مدار اینقدر. اگر سر سوزن ایشون اهل تحقیق بود، همون روز بروجردی رو بررسی میکرد، نه از قول این و اون. ببینید، ما 12 سال قبل مشکلمون مسجد نور نبود، بلکه امتداد درگیری ما به اونجا کشیده شد. ببینید، ایشون 50% از دوستان اطلاعاتیش در این ور خط فکری میگرفته، 50%ش هم از دوستانش از اون ور. حالا من ثابت میکنم که هیچ کس نتونه خدشه‌ای وارد کنه. اون جایی که لازمه به لجن بکشه از این طرف استفاده میکنم، اونجایی که لازمه خفقان ایجاد کنه در زمین ما، بایکوت، سانسور، از اون استفاده میکنه. ببینید، ما کیفرخواستمون 12 سال قبل مشخص بود. 23 تا فقره کیفرخواست داشتم. اولش قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی. خب این چون براش بده اینو نمیگه. مقابله با مراجع، ایجاد تشویش خاطر، یکی از اینها نگفت. با این که دشمن سرسخت ما بود رژیم، یکی از این 23 فقره نبود که ادعای ارتباط با امام زمان. خوب دقت کن که ایشون ما رو به این عنوان لگدمال میکنه، با اینکه حکومت معمولش اینه، یعنی هر حکومتی برای منهدم کردن دشمنش از هر ابزار بود و نبود استفاده میکنه. یه هم چیزی نبود. خب ما 35 سال قبل اولین تجربه زندان رو داشتیم. پدر ما 18-19 ساله کشته شده. داستان 35 سال قبل به پدرمون چه ربط داره؟ 35 سال قبل ما رو بردن جایی که نه ایشونو، نه اونایی که بهش پول میدن تا این حرفا رو علیه ما بزنه، نه رفتن، نه دیدن. اینه خیلی هاشون که اول انقلاب فرار کردن، خیلی هاشون هم بعدن به وسیله دوستان اطلاعاتی فراری شدن، کما که به خودم گفتن که ما میتونیم تو رو رد کنیم به شرطی که با ما باشی. 35 سال قبل ما رو به این عنوان گرفتن و در بدترین جا که از اوین بدتر بود، بازداشتگاه مخفی و مخوف توحید بردن. به جرم همین که ما ادعا داشتیم، تبلیغ میکردیم، شعار میدادیم، عمل میکردیم جدایی دیانت از سیاست. این اصلا چه ربطی به امام زمان داره؟ این زمان لوس کردن گذشته، امروز اصل تکنیکه، اصل اخبار و تاریخ هم همیشه زنده است. تاریخ گذشته رو ماسمالیش میکردن، بعدن افشا میشد.
اینی که بروجرد تخریب میکنه به بهانه اینکه این مراجع حکم ندادن به این. ببین، مراجع دادن به من، مراجع گذشته، هم مرعشه نجفی بوده، هم پدر بزرگم بوده، هم پدرم بوده. ایشون میگه پدرش ملا نبوده، پدر من از مراجع گذشته اجازه داشته، از بروجردی بزرگ، سه صدر دین صد، پدر ما موسا صدر، سید محمد تقی خونساری که زمان جنگ جهانی دوم نماز بارون خوند توی قوم جلوی متفقین، و حجت کوهکمری که ترکای ایران قبل از شلیدناری مقلدون بودن. خب این از پدر. پدر بزرگم هم اجازهش از بزرگانی چون اسد ابوالحسن اصفهانی گرفته بود که رقمش از شریعت مداری خمینی بالاتره، یعنی اینا از اون اجازه نداشتن، یعنی نمیخورده به سنشون. خود من هم اونهایی که درسشون میرفتم مجتهد بودن در تهران. این بنده خدا اصلا زحمت نداده به خودش که بیوگرافی منو ببینه، همین از قول نسیش، از قول برادرای اطلاعاتی از این و که اون موقع در اثر جنگی که ما بینه داشتیم هر چی دم دستشون بود پرت میکردن رو سر ما. پنجاستم از طرف اونوریایی که نمیخوان اینور کسی بزرگ شه مگه تو اقمار خودشون باشه. دیگه این هنوز هم رنگی نداره، مال قدیم بود. میدونی به چه دلیل رنگ نداره؟ چون الان تو جبهه خودشون هم اختلافه. خوشبختانه این بزرگترین دلیل منه. نه اگر اونا قدرت داشتن یه نفر بالا ببرن یه نفر پایین بیارن، موفق میشدن پوزیسیون خودشون حفظ کنن. گای زیر پرچم رضا پهلوی سینه میذارن، گای میرنش پایین، گای مجاهدین بالا میبرن، گای میرن پایین، گای سردن طلبا رو میبرن. این آقا نون اونا رو میخوره، هرچند اعلام نکنه، مشخصه، یعنی فهوای کلامش پیداست. در تهران من اجازات از بزرگانی داشتم مثل زین العابدین سرخی، پدرزن مهدوی کنی که از رجال علماء مهم تهران بود، سید احمد خونساری، قلوی کاشی، اینا همه ایشون که حالیش نی این چیزا رو، اینا از بزرگان زمان شاه علمای تهران بودن. از قم هم که از قدم مرعشی بود و چند تا دیگه بود که اینا مدارکش بود تو خونه و موقعی که حمله شد به خونه اینا رو برداشتن بردن سبنیز کرد. کمون که کتب خطی مهمی داشتم، میراث پدر بزرگ که تک نسخه بود و نظر قیمتی شاید الان میلیاردها تومان بیارزه، در نظر ارزش معنوی هم که خیلی بالا رورم بردن. خب حالا ایشون بریم توی کتابت 9 سال قبلش. ببین ایشون میگه که جبرائیل بر من نازل شد و به اتفاق امام زمان رفتیم به سلول بروجرد. یک کلمه از من و پدرم توی این همه، من کتاب نوشتم، این همه تدریس کردم، پدرم همینطور، یک کلمه پیدا کنم من گفتم امام زمان با من رفت پالوده خورد، چای شیرین خورد، یک کلمه. ولی ایشون الان داره اعتراف میکند، یعنی الان میگم همون 9 سال قبل اعتراف کرد. حالا شما میگید رمان نوشته، به هر حال مسئولیت گفتار از بین نمیره، ادعاست به هر زبانی، شاعر به یه زبان حرف میزنه، رمانتیک به یه زبان. ایشون کاملا ادعا کرده، اونجا هم ثبت شده، نمیتونه این کار کنه که آمده با امام زمان و جبرائیل پیش من. پس چیزی که من ادعا نکردم این ادعا کرده. ببینید حرکت منو حتی بیدین تایید کرد. ما با بهائیت اتحاد کردیم به خاطر اینکه هیچ تعصبی روی هیچ مذهب خاصی نداریم. اون عملیات که ایشون رو تامین نیرو میکنه، تامین مالی میکنه، فراتر از مذاهب و ادیان دیگری است. دقیقاً همون سیستم مافیایی سیاست جهانی است که بالا میبرد پایین میآورد. اینها در من خیری برای خودشون ندیدن. اون روز که من تو زندان به هزار زحمت اعلامیه میدادم بیرون که خود دادستان تعجب میکرد، میگه تو اینا چجوری میدی بیرون؟ ملاقات منو به خانوادم قطع میکردن، منو توی انفرادی میذاشتن. من چون
مردمی بودم، هر جایی کانال میدادم، بیمارستان زندان میرفتم نامه میدادم رد میکرد دکتر، تأسیساتی میومد شوفاژ زندان درست کنه رد میکرد. من آدم سرشناسی بودم. ایشون نمیتونه بروجردی خفه کند با کلمات جمله. اگر میتونست یعنی میشد، حکومت به این بزرگی و مهمی این کارو میکرد، حکومتی که الان جلو امریکا ایستاده. من همچنان زنده، قبل از زندان، در زندان، الانم که بیرون، حالا محدودیت دارم، مهم نیست. ایشون حرفایی که میزده اون موقع میزده، الانم ادامش، حرفاش بر پایه ادامه خفقان عمومی است که 50% مال این وره، 50% مال اون وره. به نظر من ایشون از دو جا خط میگیره، چون اینها این وری هم لاوی دارن، اونجا پول زیاد خرج میکنن، کسانی که اینجا میتونن قدرت بگیرند و اونور میدن لجنمالشون کنن. و لجنمال کردن گذشته، چون ما زنده ایم و زندگی ما انقدر پاکه و مبراست از آلودگی. فقط کافیه که این 23 فقره اتهاماتی که دادگاه من بس و برام حکم اعدام داد، ایشون ببینه که یه دونش ادعای ارتباط با امامزمان نبوده، ولی ایشون ادعا کرده که هم جبرائیل رو میبینه، هم امام زمان رو میبینه و پرواز کرده، با اونها عروج کرده، اومده پیش من. به هر ترتیب من قصد ندارم که جایی رو برای اربابان ایشون تعیین کنم، چون اصلا از سیاست اومدم بیرون. اینم که دفاع میکنم، دفاع از حقه، دفاع از عدله. تاریخ رو دارم مینویسم، تاریخی که ایشون دارد وارونه مینویسد، تاریخی که دوستان ایشون دارن سیاه نمایی میکنن، من پاکسازی میکنم. و الا الان این رژیم بره، بنده هیچ وقت نمیام جای این رژیم، تو اون حکومتی هم که بعدن مثلا تشکیل بشه. اصلا حکومت که، این حکومت که نمیره، چون با چنین دشمنانی این حکومت حالا سر جاشه، جاش هم مطمئنه، محکمه. نمونش هم همین راهپیمایی اخیر که مردم بودن. مردم چرا بودن؟ مردم یه گرسنه‌ان، مردم یه گرفتن، به خاطر اینکه دشمنان این حکومت رو میبینن میگن بابا این حکومت باز بهتره. دشمنان حکومت مثل شما هستید که نه وجدان دارید، نه عدل دارید، نه انصاف دارید. همین یه نفر با شما نباشه، با استفاده از شمشیر قلم میخواید هلاکش کنید. با وجود شماها، و نشونش هم همینه که الان اختلاف شماها باعث شده همدیگر رو تکفیر کنید، تفسیق کنید، این به اون بگه وابسته به حکومت ایران، اون به اون بگه. بنده هیچ تمایلی به ورود به سیاست ندارم، تمایل به ورود به دیانت هم ندارم. الان از هر دو خداحافظی کردم. 12 سال قبل دفاع میکردم از دیانت در برابر سیاست، الان هیچ کدوم قبول ندارم. الان دفاع میکنم از خدایی که مجهول بوده در هزاران سال، اون خدا رو داریم دنبال میکنیم. اون خدا یعنی عدل که نیست در جهان، اون خدا یعنی وجدان که نیست. اگه در وجود شما وجدان بود، سر سوزنی مطالعه میکردی. من نمیگم که نگو، شما زندگی بروجرده مطالعه میکردی، بالا پایی میکردی، نه که از این اون خط بگیری. آخه تو انصاف داری، تو اسم خودتو بشر گذاشتی، بعدن تاریخ میخواد روی تو قضاوت کنه، رو قلمت، رو کتابت تو، رو کتابت. الان دیر نشده محصول کاوش های من رو بگیر، مطالعه کن، موضع من رو ببین، علمیت من رو بسنج، ببین کسی که توانایی دارد تحقیقات و رسیدن های انبیاء رو تحلیل کند و رد کند، این در چه پایه علمی قرار دارد؟ بعد بیای بگی که جغله و تازه به دورون رسید، از این اصطلاحاتی که توش به کار برده بودی برای کوبیدن دی، اینا بازار نداره، بازار مصرف اینا گذشته، امروز روز عقلانیته و همه چیز با تحقیق ثابت میشه. اگرم بیشتر از این خواستی، من برات بیشتر توضیح میدم. خدا نگهدار.